در ادامه خبرها با توجه به شیوع گونه اومیکرون رئیس جمهوری آمریکا روز سهشنبه در یک پیام تلویزیونی برنامه دولت خود را در مورد واکسیناسیون عمومی اعلام کرد و گفت دولت فدرال از اول سال آینده 500 میلیون دستگاه تست رایگان کووید 19 را در اختیار آمریکایی ها قرار خواهد داد همکارم روزیتا ایران دوست گزارشی دارد در این باره که با هم میبینیم پرزیدنت بایدن ضمن تشریح جزئیات برنامه کاخ سفید برای مقابله با همهگیری کرونا در زمستان و با پرداختن به اوجگیری اومیکرون گونه جدید ویروس کووید 19 که با سرعت کم نظیری پخش می شود گفت ویژگی های این گونه جدید هنوز برای دانشمندان نیز ناشناخته است. رئیس جمهوری در ادامه از مردم آمریکا خواست تست کرونا را جدی بگیرند. مطلب دیگری را که میدانیم باید انجام گیرد تست هرچه بیشتر است چون اومیکرون به آسانی به ویژه در میان کسانی که واکسینه نشدهاند پخش می شود بسیار مهم است که آلوده شدگان به ویروس را شناسایی کنیم در این زمینه ما اکنون درست همان جایی هستیم که باید باشیم آری ما اکنون 20 هزار جایگاه تست داریم پریزیدنت بایدن کسانی را که تا کنون برای دریافت واکسن اقدام نکردن مخاطب قرار داد و بر تعهدی که آنها به میهن دارند تأکید کرد. All these people who have not been vaccinated. به همه این کسانی که واکسن نزدن میگویم شما در برابر خود و خانواده تان تعهدی دارید و با علم به این که به خاطر این سخنم مورد انتقاد قرار خواهم گرفت بی پرده میگویم که در برابر کشورتان تعهد دارید همین حالا بروید واکسن بزنید رایگان است راحت است قول میدهم جانتان را نجات خواهد داد صادقانه در برابر خدا باور دارم که این وظیفه میهنی شماست رئیس جمهوری آمریکا به تلاش های دولت فدرال در آستانه کریسمس و سال نو میلادی برای ایجاد جایگاه های اضافی تست و واکسیناسیون اشاره کرد و اینکه برای تلف نشدن وقت مردم در صف تست و واکسن زدن جایگاه های تست فوری برپا شده است. از همین هفته دولت فدرال در مناطقی که به ظرفیت اضافی نیاز باشد جایگاه های تست فوری دایر می کند پیش از کریسمس در شهر نیویورک شماره از این جایگاه های تست برپا می شود جایگاه های نیز به زودی دایر خواهد شد تست رایگان کمک می کند که صفهای طولانی شکل نگیرد در حال حاضر ایستادن در صفها چند ساعتی وقت میبرد، اما ایجاد جایگاه های اضافی جلوی اطلاف وقت را می گیرد و برای کسانی که وضعیت استراری دارند تست فوری در جایگاه های ویژه انجام خواهد شد رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد حدود هزار تن از پزشکان، پرستاران و نیروهای امداد پزشکی ارتش به منظور کمک به بیمارستانهای کشور به مناطقی که با شمار بالای ابتلا به کرونا روبرو هستند اعزام شدند. روزیتا ایران دوست صدای آمریکا